دو کمپرسور فراسکولی که تو تصویر میبینید به کارگاه گروه مهندسی مهرسپند ارسال شد. اعلام کردن که کمپرسور صدای زیادی میداد و لرزش داشت. میخوایم ببینیم که مشکل از کجا به وجود اومده. قسمت سیمپیچ و روتور رو دارید میبینید. از فیلر استفاده میکنیم تا وضعیت روتور و استاتور رو ببینیم که چی هست. فیلر 25 صدم در فاصله لقی بین روتور و استاتور میره، اما در فاصله لقی بین روتور و استاتور قسمت پایینی فیلر 35 صدم میره. قسمت روتور رو دارید مشاهده میکنید. همونطوری که میبینید یه حالت خوردگی در این قسمت به وجود اومده. خوردگی در قسمت روتور و استاتور چرا به وجود میادش؟ و از زمانی که روتور در داخل استاتور کشیده بشه این مشکل به وجود میاد. چرا این مشکل به وجود میاد؟ این مشکل ناشی از خوردگی بوشهای کمپرسوره. پس ما خوردگی بوشهای کمپرسور رو داریم. حالا میخوایم بوشها رو بررسی بکنیم، ببینیم مشکل بوشها چی هستش. برای اینکه متوجه بشیم بوش ما خورده شده، این قسمت الان بوش اویل پمپ هست، بوشهای اصلی هم بررسی میشه، اما قسمت بوش اویل پمپ رو میخوایم بررسی کنیم ببینیم که آیا خوردگی توش به وجود اومده یا نه. وقتی که نگاه میکنیم به داخل بوش میتونیم خوردگی رو ببینیم، اما این نگاه کردن ملاک عمل نیست. روش تجربی این کار این هستش که تعمیرکار میلنگ رو در داخل بوش قرار میده و با دستش میلنگ رو تکون میده. بر اساس تجربه تعمیرکار میتونه متوجه بشه که آیا این خوردگی زیاد هست یا کم هست یا در میزان استاندارد قرار داره. این روش تجربی انجام کاره. اما میخوایم روش اصولی کار رو ببینیم که به چه صورت ما میتونیم متوجه بشیم که بوش ما خورده شده و میلنگ داره به صورت لنگ در داخل بوش ها بازی میکنه، همینطور باعث میشه که روتور در داخل استاتور کشیده بشه. برای اینکه متوجه بشیم که بوش ما سوراخش خورده شده یا میلنگ در محل قرارگیری بوش دوچار خوردگی شده، از دو ابزار استفاده میکنیم. یکیش میکرومتر هست و دیگری داخل سنج. ابتدا قطر سوراخ رو اندازه میگیریم. قطر داخلی سوراخ اندازه گیری میشه تو قسمت مختلف، میزان خوردگی متفاوت. پس ما میزان قطر داخلی سوراخ رو اندازه گرفتیم. در مرحله بعدی ما از میکرومتر استفاده میکنیم و قطر خارجی میلنگ رو حساب میکنیم. با استفاده از قطر خارجی میلنگ و قطر داخلی بوش ما میتونیم میزان لقیمون رو پیدا کنیم. پس 1 2 3 32 صدم میزان لقی هست که میزان لقی بسیار بالایی هست. ما از این طریق میتونیم متوجه بشیم میزان لقی بوش از میزان استاندارد خارج شده و همینطور متوجه میتونیم بشیم که میلنگ در محل بوش دچار خوردگی شده. هرچند این رو ما میتونیم به صورت ملموس مشاهده بکنیم که خوردگی اتفاق افتاده، اما ما نیاز به اندازه های دقیق داریم که این اندازه های دقیق رو از این طریق به دست میاریم. برگشت مایع در کمپرسور های تبرید به چند روش اتفاق میفته. لزوماً ما برگشت مایعی نداریم که باعث شکستن پیستون ها و شاتون ها بشه. برای مثال این مدل برگشت مایع باعث شکستن شاتون ها و پیستون ها شده. علت چی بوده؟ علت این بوده که در داخل اکسپنشن والو اومدن تنظیمات رو انجام بدن، سوزن رو نتونستن تنظیم بکنن
و به جای سوزن از سکه استفاده کردن. این سکه نمیتونه عمل تنظیم رو به خوبی انجام بده و باعث شده مایع مبرد تو حجم زیادی به کمپرسور برگرده و حتی میلنگ هم شکسته شده. اما توی این مدل از کمپرسور فراسکولدی که دارید مشاهده میکنید، علت خرابی برگشت مایع پیوسته بوده. نوعی از برگشت مایع هستش که قطرات ریز مایع مبرد به صورت پیوسته وارد کمپرسور میشه و میزان مایع ورودی به کمپرسور کم هست و باعث خرابیایی از قبیل خوردگی بوش‌های کمپرسور میشه، خوردگی کفای شاتون‌ها میشه. این نوع از برگشت مایع یکی از علل شایع خرابی کمپرسور هاست.